یه داستانی از امام صادق یادم اومده. زراره یه همسایه عرقخور شرابخور دربداغونی داشت، مال حرام از حکومت به دستش رسیده بود، گازشو گرفته بود تا آخر، با مال حرام که کار حلال نمیشه کرد، شده بود آدم بیبندوبار. زراره گاهی نصیحتش میکرد، اون میگفت زراره تو آدم حسابی هستی، برو ماها با هم جور در نمیایم، بقید من نصیحت نکن. یه بار زراره نصیحتش کرد، برگشت انگار یه صفایی تو دلش پدید اومده بود، نمیدونم، گفت زراره من آدم شدنی نیستم، برو اگه من بخوام آدم بشم باید صاحب تو یه کاری برا من بکن. چون میدونست زراره بی صاحب نیست، صاحب داره، امام صادق صاحبش. زراره گفت اتفاقا دارم میرم مدینه صاحبم رو زیارت کنم، حرف تو میزنم به صاحبم. گفت یعنی واقعا میری پیغام منو به صاحبت میدی که اگه برا من یه کاری بکنه من حاضرم آدم شم. نمیدونم چی کار کنه ولی یه کاری بکنه. زراره گفت میرم میگم. رفت مدینه زیارت کرد حضرت رو. بعد گفت آقا اون همسایم، آقا فرمود میدونم. گفت آقا میشه شما براش یه کاری بکنی آدم شه؟ آقا فرمود بله. آقا جون چی کار میکنی؟ فرمود برو بهش بگو امام صادق فرمود تو از این به بعد لب به حرام و مال حرام نزن و کار گناه نکن، گذشتت با من ضمانت میکن. گوه آقا واقعا، آقا واقعا. برگشت همه اومدن زیارت قبول بگن، او همسایه بده هم اومده نشسته اونجا، اونم زیارت قبول گفت میخواست بره. زراره گفت شما بایست کارت داره. بعد زراره بهش فرمود که امام صادق حرف شما رو زدم پیشش. گفت آقات میتونه برای من کاری بکنه؟ فرمود بله که میتونه. فرموده تو لب به حرام نزن، دیگه مال حرام نخور، دیگه خلاف نکن، گذشته تو من ضمانت میکنم. تشویق از این چی بهتر؟ طرف اینقدر آقا امام صادق رو قبول داشت، گفت میرم فکرامو میکنم بهت جواب میدم. دو سه روز بعد پیغام اومد در خونه زراره از طرف رفی همسایش، بیا کارت دارم. زراره رفت در خونه، در زد، دید پشت در نشسته. گفت در رو باز کن بیام تو. گفت هیچی لباس ندارم، تو خونم هم هیچی نیست، همه اموالم رو دادم رفته، برو یه لباس و ظرفی برا من بیاره، هیچی ندارم، میخوام حرف صاحب تو رو اجرا کنم. اموالم از حرام بوده، هیچی آقا. زندگیش عوض شد. دقیقه یه دفعه زراره رو میدید میگفت زراره من رو قول صاحب تو حساب کردم. بعد چند وقت مریض شد و از دنیا رفت. بعد از چند وقتش زراره اومد پیش امام صادق علیه السلام. زراره میگه این دفعه رفتم مدینه، از دم در آقا هنوز منو نمیدید، داشتم میومدم وارد اتاق حضرت بشم، حضرت صداشو بلند کرد، فرمود زراره ما به عهدمون وفا کردیم، رفیق تو رو هنگام مرگ از همه بلایا نجات دادیم. امام صادق قولی هم امشب به ما بده، یه قولی بده. امام صادق امشب گذشته ما همش ندید، قبوله؟ همش ندید. به خدا اینا خیلی مهربانن. تازه اون فرد اعتقاد به ولایت هم نداشته، فقط میگفته امام صادق آدم خوبیه.